تجمع اخیر حامیان فیلترینگ در تهران همزمان با افزایش قیمت طلا و ارز پرسش‌های زیادی درباره منافع پشت پرده این حمایت ایجاد کرده است. با برآوردهای غیررسمی مافیای فیلتر شکن در ایران سالانه حدود 60 هزار میلیارد تومان از فروش فیلتر شکن‌ها سود می‌برد که همین مافیا برای رفع فیلتر در ایران کارشکنی می‌کند و این تجمع هم در این راستا ارزیابی شده است. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. تجمع اخیر حامیان فیلترینگ در تهران همزمان با اظهارات رئیس جمهور ایران درباره بررسی راه‌های رفع فیلترینگ نشان دهنده تنش‌های پنهان در فضای مجازی کشور است. تلاش‌هایی که به دنبال ایجاد موانع سنگین و سنگ‌انداز در مقابل دولت برای رفع فیلترینگ است و در این راه از هر اقدامی از جمله سوء استفاده از مقدسات به بهانه ترویج فساد و راه‌اندازی تجمع و استفاده از افراد به ظاهر مذهبی و هر ابزار دیگری کوتاهی نمی‌کند. تجمع روز پنج شنبه در حالی برگزار شد که قیمت طلا و ارز به شدت افزایش یافته و بسیاری از شهروندان نگران اوضاع اقتصادی هستند. این سوال مطرح می شود که چرا در چنین شرایطی عده‌ای به حمایت از فیلترینگ می پردازند و آیا منافع پنهانی پشت این اقدام قرار دارد؟ طبق اطلاعات غیررسمی، مافیای فیلتر شکن در ایران سالانه حدود 60 هزار میلیارد تومان از فروش فیلتر شکن ها سود می برند. این رقم قابل توجه نشان دهنده سودآوری بالای این بازار و در عین حال نیاز به بررسی دقیق تر علتهای حمایت از فیلترینگ و دستهای پشت پرده آن است. تحلیلگران معتقدند در حالی که مردم به دنبال دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، عده‌ای خاص از محدودیت‌ها بهره‌برداری مالی می‌کنند. این وضعیت ضرورت بررسی جدی‌تر و عمیق‌تری از وضعیت فیلترینگ و تأثیرات آن بر جامعه را نشان می‌دهد. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران با ماست. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر الفت، با توجه به سود سالانه 60 هزار میلیارد تومانی از فروش فیلتر شکن‌ها و تجمع اخیر حامیان فیلترینگ، آیا میتوان گفت منافع اقتصادی پشت پرده‌ای مانع رفع فیلترینگ در ایران است؟ سلام عرض کنم خدمت شما و بیننده های محترم. من موضوع که میفرمایید یه خورده ببرم عقب‌تر. اگر خاطرتون باشه در چند سال گذشته یک بحث وسم مطرح بودش در دوران وزارت آقای آذری جهرومی و خب کسانی که پشت این وسم بودن سود برندگان اصلیش افراد وابسته به خود وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات بودن و افراد دیگه‌ای که خب میتونستن این مجوزها رو بگیرن. بعد از اون مسائل مربوط به پرداخت الکترونیک و سایت‌های قمار مطرح شد که هم مکنون هم همچنان اینها داره انجام میشه و خب همه درگاه شناسایی میشه، قابل ردیابی هستش و حتی به اینها درگاه پرداخت ریالی داده میشه و اونها هم داره هر شب یه چیزی نزدیک شاید 200-300 میلیارد تومان پول برای این سایت‌های قمار داره واریز میشه، اما خب جلوش گرفته نمیشه به دلیل اینکه زمینه ایست برای پولشویی و استفاده از وضعیت به وجود اومده برای جابجا کردن پول در بین جیب مردم و جیب افرادی که این دنبال این داستان هستن. مورد فیلتر شکن هم خب همینه، اما در مورد فیلتر شکن ما دو تا قصد رو در این دوستان ما میبینیم. اولا اینکه خب قاعدتا افراد دارای ارتباط، احتمالا سپاه و نهادهای امنیتی پشت این داستان هستن، یک برای پولشویی از این استفاده میکنن و دو فیلتر شکنی که دارن در اختیار قرار میدن با توجه به اینکه شرکت های بزرگ خودشون بیشتر در کشور فعال هستن برای ایجاد ارتباطات و هر گونه ارتباط غیر عادی به صورت به عبارتی تک آی پی ارتباط این مدلی قابل شناسایی است، به سادگی قابل شناسایی است ارتباط با فیلتر شکن ها،
اینها قابل رصده، ولی خب خیلی تعداد زیادی از سرورهایی که این فیلتر شکن‌ها دارن عرضه می‌کنن، حالا با عنوان خارجی در احتمال اپلیکیشن مختلف، مربوط به خود این نهاد هستش. پس یک نظارت اعتماد شده از سمت کاربر رو دارن توسط این فیلتر شکن‌ها به دست میارن و ارتباط با وی پی ان، یعنی اینکه همه اون امنیتی که در حالت عادی وجود داره با گذشت از وی پی ان از بین میره و تمام پکت‌های یوزر تحت نظارت اون ارائه دهنده وی پی ان. خب همه اینا دلیل این هستش و واقعا درآمد بسیار زیادی رو دارن میگیرن، یعنی تقریبا شاید بشه گفتش که 80% درآمدی که از فروش اینترنت داره در کشور به دست میاد حدودا برای فیلتر شکن هم مصرف میشه، که این مضرات و این آسیب پذیری ها رو هم برای کاربران دارد. بله، دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران، ممنونم از حضورتون در این برنامه.